آیسل خانم، قهوتونو میذارم اینجا. باشه، ممنون، لطف کردی. حالا میتونید با آقای ارجمند کاراداغ تماس برقرار کنید. داداش، اشکالی نداره انبار باز کنیم؟ اگه آقا بفهمه تعجب میکنه این مواد از کجا اومدن. وقتی به فهم بارایونو برداشتیم تقاصشو از همون میگیره. به خودش بستگی داره، ذات این بیزینس همینه. اگه به موقع رو صندلی نشینی عین الان از زیر پات میکشمش. خون ریزی میشه داداش. معلومه که میشه، منم هم همینه میگه، به وقتش خونم ریخته میشه. داداش گوشی ارجمند روشن شده، پیام اومد. آرجو داداش؟ الو آرجو؟ الو آرجو، صدامو میشنوی؟ الو آرجو، چی شد داداش؟ قد کرد. چرا اینقدر سورپرایزمون کردی؟ ما فقط میخواستیم انبار تو و حشمتو پیدا کنیم. حالا با مواد دستگیر میشی. واسه چی تو این اوضاع پیدا شده؟ حداقل تلفنش روشن کرده. رد تماس؟ ممکنه پلیس تلفنش ردیابی کنه. الان میگیرنش. لعنت به تارچو. هیچ وقت عاقل نبوده. برم یه نگاهی بهشون بندازم. دروغگویی لیلا، دروغگوی حماسی. مطمئنی تلفن انداختی دور؟ انداختمش. مشکلی پیش نمیاد، نگران نباش. تو منطقه کورتکویه قربان، الان تو منطقه کورتکویه. باشه، حواستون به نقشه باشه، اونجا چی هست؟ مسخره نیست؟ یعنی ارجمند کاراداغ وسط ناکجا آباد منتظر ماست؟ اونجا یه انبار قدیمیه قربان. خیلی خوب، چک کنید اون انبار مال خانواده کاراداغه یا نه. بجنبید دیگه. نه خیر قربان، مال اونا نیست. ممکنه مال حشمت باشه. الان نمیدونم، وقتی رسیدی میفهمی. خیلی خوب احمد، آماده بشید، اونجا هم دیگر رو میبینیم. برید اونجا، زود باشید. اطاعت میشه قربان. زود باش، باید بریم. صبر کن، بذار به کمیسر زینب زنگ بزنم. بفرمایید. الو کمیسر زینب، شما کجایین؟ داریم میریم ارجمند رو دستگیر کنیم، باید زود حرکت کنیم. جلوی در میبینم اتون. باشه باشه، بریم. حالا باید چی کار کنم؟ خدایا چی کار کنم؟